ای ایران ایران، دور از دامان پاک از دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان در روح و جان من، میمانی ای وطن به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. فرزانگان و فرهیختگان زمانش اعتبار می‌یابد. هر نسلی با فرزانگان و فرهیختگان زمانش اعتبار می‌یابد و منوچهر فرهنگی بی تردید در شمار کسانی است که به نسل خیش هویت و اعتبار می‌بخشد و آیندگان را درس تلاش و سازندگی و ایران دوستی می‌دهد. اگر بتوان منوچهر فرهنگی را در چند کلمه تعریف کرد، میتوان از شرافت، صداقت، سخت کوشی، سازندگی، میهن پرستی و عشق بی پایان او به تاریخ و فرهنگ ایران یاد کرد. او به معنای دقیق کلمه مردی برای تمام فصلها بود. دریغا که با درگذشت خونین یا کشتن خونین و دردنگیز او در آستانه نوروز 1387 جامعه فرهنگی ایران یکی از بهترین فرزندان و حامیان خود را از دست داد. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود مرد مهربونی بود که از یک سرزمین خیلی خیلی دور دست اومده بود، از سرزمین دوری که در اونجا آدمهایی با تمدنی بسیار قدیمی و ارزشمند زندگی میکردن. درودی دیگر و درودی برتر. درودی دیگر در روز پنجشنبه اردبهشت روز سوم فروردین 3755 زرتشتی 2576 پس از آغاز پادشاهی کوروش بزرگ و برابر با 24 مارس یا مارس 2017. آنچه را که در آغاز خوندم به جای واژه کشتن که من از خود به کار بردم، درباره یکی از پاکترین و یاورترین فرزندان پشتی ایران زنده‌یاد منوچهر فرهنگی بود که یکی از دردانه‌های پژوهش تاریخ و روزگارنگاری ایران دکتر علی میرفتروس اون رو در تارنمای خودش پس از جان باختن منوچهر فرهنگی جای داد. یک روز در کمال ناراحتی و افسردگی ولی با شهامت خانوادش رو برداشت و سرزمینش رو ترک کرد. یکی از معلمان از کمک های مدرسمون یه خانم ایرانی است، اون به فارسی نوشته و یکی از معلم های انگلیسیمون هم به انگلیسی نوشته.
همه دریاها و کوههای بلند رو طی کرد. خیلی از شهرها و روستاهای زیبایی رو پشت سر گذاشت. بسیاری جاها و مناظر زیبا و عجیبی رو دید که کسی تا به حال به چشم ندیده بود. اما هیچ کجا رو مثل شهر و دیار خودش دوست نمی داشت. خود او همیشه می خواست که ما شاد زندگی بکنیم. و حتی آخرین جمله زندگیش هم این بود که برای من جشن بگیریم، شیرینی بخوریم، هر کم که گریه کردتون جشن با اردنگی بیرونش بکنیم. نشسته بودیم میگفتش که ایران بدبیارانه مردان بزرگ زیاد داشته، خائنان بزرگ هم داشته که در دوره های گذشته تا به امروز داشتیم، چه از دوران گذشته چون هخامنشیان و آن که رفت راه رو به دشمن نشان داد، یا در دوره ساسانیان و سلمان فارسی، یا در دوره اشتباه بزرگ 57 مانند سنجابی و دیگران. به هر روی در برابر اینها کسانی بوده، تکدانه هایی بوده که اینها ایران رو پایدار نگه داشتن. این تکدانه ها گاه در کنار هم بودن، مانند شعوبیه، حروفیه، یا اینکه تنهایی سرپرستی میکردن، دیگران یارشون میشدن، مانند استاد سیس و دیگران، یا رادمان ماهک، یعقوب لیسه، سفاری، فردوسی، خیام و بسیاری دیگر. امروز هم در این دوره هم ما کسانی رو داریم، چه بسا در میان اینها کسانی بوده که اشتباه هم کردن و سپس روی برگرداندن اشتباهشون. منوچهر فرهنگی اشتباه نکرد. منوچهر فرهنگی از اون انسانهایی بود که باور نکردنی بود، بسیار بسیار باور نکردنی. من براتون بگم، زنده یاد محمد عاصمی پس از فراز نشیب‌های زیاد کاوه رو در آلمان در می آورد و هنگامی که منوچهر جان رو زدن، شماره ویژه‌ای به نام منوچهر فرهنگی در آورد که در تابستان 1387 در آمد، چند ماه پس از جان باختن منوچهر جان فرهنگی. سروران بزرگتران و استادانی در اینجا نوشتن. من یه یادنامه در اینجا دارم از زندیات فرهنگی. یه دوری بسیار زیاد با ایشون همکاری من داشتم برای یه پروژه‌ای که داشتم. پروژه اقتصادی از من خواسته بودن اونجا باشم که مهندس آرشیتکتم راستش نیازش بود. من بهش گفتم که منوچهرجان، من که نه آرشیتکت هستم نه مهندس راه ساختمان، من مهندسی در رشته دیگه است. گفت تو کارت به این کارا نباشه، تو باید اونجا باشی. و پس از اون پی بردم که چون پول زیادی باید اونجا میشد و یک ریزبینی باید برای نظارت و دیدن، این خواسته بود که من اونجا باشه. خب در پیوند بسیار زیاد بودیم. حتی دو روز پیش از این که اونو بزنن یا بیشتر، سه روز چهار روز، زنگ زد، گفتگو میکردیم و پس از اون رفته بود در پارک سیدنی مادرید و دیده بود که آوردن که یک دکه گذاشتن برای نخستین بار رو دارن از جمهوری اسلامی ستایش میکنن. ایشون درگیر شده بود با اونها، کشتنش پیوندی با اون نمیتونه داشته باشه چون یه نقشه دراز بود که میتونید پیگیری بکنید چگونه کشته شد. نمیخوام همه رو تو این برنامه بگم، کار به درازا میکشه. به هر روی در جایی که لامرالاخا باشه که زندگی میکرد، ایشون رو یک دختری که از ونزوئلا
دو ماه پس از سفر آقای احمدی نژاد به اونجا آمده بود، به چاقو زد و از میان برد. نگفته نماند که آقای خاتمی در کنفرانسی که در ایران برگزار شده بود به یکی از کسانی که اونجا بود گفته بود که بهش بگید که به منوچهر فرهنگی بگید خفه بشود، اگر نه ما او رو خفه میکنیم. و این آرام نگرفت و همون کار اونها کردن. یک انسان ویژه‌ای بود. این که میگم میخوام یادمان ازش بگم، یکی از هنگامه هایی که به ما زنگ میزد، دوستی که خب پیشینی چپ تون داشت، ایشون همسر تازهی برگزیده بود و اومده بودن به ما سر بزنن. یادم نیست برای نوروز بود یا برای تیرگان بود، یکی از جشنهای ایرانی هم همزمان بود. اومده بودن، تلفن زنگ زد، من دیدم منوچهر جانه، پوزش خواستم و گفتگو کردم و هنگامی که باش گفتگو کنم خب نامشم بردم، آقای فرهنگی، منوچهر جان، از این داستان ها. هنگامی که تلفن من به پایان رسید، این آقای دو آتشی کمونیست به من گفت این کدوم فرهنگی بود؟ من گفتم ای داد بیداد، اینک میخواد یقه ما رو بگیره که این سرمایه دارا و این نمیدونم امپریالیستا و اینها. گفتم منوچهر فرهنگی. گفت همون که شهرک ساحلی و ساخت در بندر انزلی، پهلوی. البته ایشون گفت انزلی. گفتم آره ایشون بود. گفت نه ایشون پدر. گفتم چیه میخوای بعد بهش بگی؟ گفت نه ایشون پدر ماست. ایشون این آقا سراینده است، شاعر، درباره کارهای ادبی ما با هم گفتگو میکردیم، همکنون هم در مالمو سوئد هستن. گفت نه نه ایشون پدر ماست، شما نمیدونید چه انسانی هست و یک زباله دانه رو، یک خاک رو به دانی و بعد یک شهرکی درست کرد که نگو و نپرس. و هنگامی که زمستان برف اومد اونجا، ماشینا و بلدوزرا و همه رو آورد و شهر رو پاک کرد، چون شهرداری نمیرسید، آمادگی نداشت، در بندر انزلی و رشت و اونجوری بارون برف نمیاد و این اومد و همه شهر رو پاک کرد و بسیار به مردم یاری داد و دست دهشمندی داشت و از اینها. برای من خیلی درخور نگرش بود که یک انسانی که خب با خود منم شاید چندان خوب نبود، با دیدگاه های من همراه نبود، خب کارهای ادبی با هم میکردیم، با دیدگاه هم همراه نبود، همچنان که دیگه گمان میکنم آخرین دیدار ما بود دیگه، من ایشون رو ندیدم. برای شخصیت منوچهر فرهنگی شهید شخصیت دهشمندی بود و یاور. من ازش پرسیدم جریان این چی بوده؟ گفت بابا ما که اونجا بودیم کاری که نکردیم. درباره همون جایی که زباله‌دانی بود و ایشون به من گفت خاکروبا رو می‌ریختن، گفت من رفتم دیدم این افتاده اونجا، خب شیعه کاری کرد، اینجا رو خریدیم و شهرداری اومدیم درست کردیم، که در همین فیلم‌هایی که با کوشش لونا شاد از صدای آمریکا آمد در مادرید فراهم آمد، که باید از صدای آمریکا سپاسگزاری کنم و از لونا شاد که بسیار بسیار این بانوی گرامی اونجا کوشید و بسیار گفتگو کرد و تونست از گفتگوهای دراز هر کدوم با سه تن دست کم یا بیشتر گفتگو کرد و هر کدوم به جز آقای فرهنگی، رامین فرهنگی که خب بیشتر از همه باش گفتگو کرد، از هر کدوم از اون سه تن، آقای زندیات، دکتر عاصمی، استاد زندیات، شفا و این کوچکتر، هر کدوم 20 دقیقه گفتگو کرد، توانست که برای 20 دقیقه برنامه این فیلمو فراهم بیاره که اگر به شما توی یوتیوب بدید شاهنامه و ایران بزنید میاد اینو میتونید ببینید، شاید جاهای دیگه هم باشه. ازش پرسیدم که جریان چه جور بود، گفت اونجا رو ساختم من این شهرکو، خب پیش اومد. و گفتم خب این میگفتن که خانواده پادشاهی اینا چه جور بود. گفتش که راستش یک بار انور سادات که اومده بود اونجا اینو خواستن بیارن اونجا، ما گفتم که آخه اینجا ما چیز پذیرایی نداریم، گفتیم که نه همینجوری شما بسه، این میخواد بیاد یه جایی رو اینجا ببینه. و انور سادات اومد و خوراکی درست کردند و بچه های انزلی و بسیار بسیار سپاسگزاری کرد، چقدر خوشش اومد انور سادات، که اون هم زنده یاد و جان باخته انور سادات، یار ایرانیان. و هر روی گفت اومده، گفتم از خاندان پهلوی زندیات شاپور غلامرضا شنیدم، نه زندیات نه هستن، نمیدونم، گفتم شاپور غلامرضا. گفت آره اومد دید و گفتیم قیمتش انقدر، خرید و همه پولش هم گرفتم ازش، اصلا نه اون چیزی گفت نه من گفتم فروختیم و پول گرفتیم. اینم از اون چیزی که میگفتن به زور میگیرن و اینها، گفت نه اینجوری نبود. و این شهرک رو
اگه بهتون بگم مصادره کردن و زیر کاغذ مصادره شو به من گفت قوی دل میدونی کی امضا کرد؟ آقای حسین علی منتظری. بهروی درباره اون پاک کردن برفای شهر پرسیدم، گفت ما کاری نکردیم که ما این ماشینا رو داشتیم، بولدوزر هم داشتیم، کارگرا هم اونجا بودن، راننده هم اونجا بودن، دیدیم برف اومده و اینجا همیشه برف نمیاد، شهر مهیای این کار نیست. گفتم بچه‌ها ما که بیکار نشستیم، پاشو بریم شهر رو پاک کنیم. رفتیم و تا شب شهر رو پاک پاک کرده بودن، همه شهر رو پاک کرده بودن، چون کامیون‌های زیادی بوده، بولدوزر هم چند تا داشته بودن، اینا رو می‌ریزن تو اونا و میرن می‌ریزن برف رو پاک می‌کنن و میان. و ایشون به من گفت، اون دوستی که اینجا مهمان ما بود، گفتش که خودش روی ماشینا نشسته بود و میومد و کار میکرد. این شخصیت منوچهر فرهنگی رو در این بخش بشناسین. سخن رو پس او خود شادی ما رو میخواست. راستش بخوای اولش یه مقداری خیلی سخت بود که ما بتونیم این پند رو گوش بدیم، ولی یه مقداری که از بالاتر نگاه میکنیم می‌بینیم که واقعا اون یه آدمی بود که 82 سال زندگی کرد، واقعا زندگی خوبی کرد. من فکر نکنم، تا اونجا که من میدونم، فکر نکنم روزی بود که احساس پشیمونی بکنه از کارهایی که اون روز کرده. پشیمونی من شخص من اینه که او کسی بود که واقعا به ایران عشق می‌ورزید. یعنی من فکر کنم از اون ایرونی تر وجود نداره. و اینکه یه همچه آدمی باید بیرون از ایرون بمیره. همچنان که از سخنان رامین فرهنگی، فرزند زدیات فرهنگی شنیدید، انسانی بسیار شاد بود، بسیار ساده بود و باور نکردنی آرامش داشت. کار میکرد، بسیار کار میکرد. خب من بسیار سر میزدم، شاید هر ماه اونجا بودم در یکی دو سال پایانی برای همون کارهایی که گفته شد. زنگ میزد بیاد، یا اگه نه یکی دو ساعت تلفنی گفتگو میکردیم که آخرین گفتگوی تلفنی که داشتیم گویا داره به من یک چیزایی میگه به نام وصیت، که در میان آنها به یک بار گفتش که قویده خاندان پهلوی برای ایران بسیار کار کردن، هر کاری میتونی براشون بکن، خرجشو من میدم. که من یک برنامه داشتم، گفتم که نه مرچه جان، یک کاری من میتونم بکنم، نیاز به پولم نداره. و بسیاری گفتگوهای دیگه کرد، چه آرزوهایی داره چی نیست، که من خب با خانوادش اینها رو در میان گذاشتم و دوست داشتم اون تلفن رو گوش میدادن. که از رامین خواستم، رامین با پلیس گفته بکن اون تلفن رو گوش بده. گفت اونجا به اندازه درگیر بودیم که نمیشد و پس از اونم دیگه حتما همه چی از میان رفت. گفتگوی شاید یک ساعت، یک ساعت و نیم بودی که دوستا، یا دو ساعت بود گفتگو شد. یکی از بچه ما میخواستیم از خونه بریم بیرون، ایشون زنگ زد، تو ماشین خوابید اون دوست من تو باغچه راه میرفتم و گفتگو میکردیم. بسیار شاد بود همچنان که گفت، و بسیار ایران دوست، یعنی باور نکردنی ایران دوست بود، یعنی همه جانش ایران بود، همه جانش. و اگر که نگاه کنیم به نوشته های پس از جان باختن اون، میبینیم که بسیاری انسان ها اومدن نوشتارهایی نوشتن، در روزنامه ها پخش کردن که آره ما برای چاپ کتابمون یا فلان کارمون از اینا، از ایشون یاری گرفتیم. من یادم جوانی بود که برای یک کنفرانس در بلژیک بودیم، ایران شناسی که آقای دکتر خزایی راه انداخته بود با همکاری دیگرانی مانند آقای دکتر ساسانفر، آقای منوچهر فرهنگی و کسان دیگه که در سرمایه گذاری ها یاری میکنه. آقای ساسانفر هم بسیار در این سرمایه گذاری ها یاری کرده، در مرکز زرتشتیان انگلیس، در امریکا، واشنگتن، در اون ارگانیزیشن یا سازمان آقای یار شاتر، یا یکی از بهترین مرکزهای فرهنگی اروپا رو در پاریس، شاید 12 میلیون دلار باشه، ساختن و در اختیار مردم گذاشتن که گفتن که این برای اون انجمن جهانی زرتشتیان میمونه، در گفتگویی که کردن دو فیلمش هست و اینها. امیدوارم ایشون هم همواره تندرست باشن و بتونن یاری بدن. به هر روی
کسان زیادی اومدن و یاری گرفته بودن ازش که ما نمیشناختیم و نمیگفت، هیچگاه هم نمیگفت. من در این فیلم من ببینید که اشاره کردم، نام بردم که ایشون آشکارگو بود، فاشگو بود، آشکار میگفت و پنهانیار، کسی نمیدونست به کی یاری میده. در زمینه کارهای ایشون بسیار باید داد سخن داد که نمیشه در یک برنامه کوتاه نیم ساعته یا 40 دقیقه. یادنامه منوچهر فرهنگی هم چاپ شد به کوشش پروفسور فرهنگ مر، که امیدوارم تم درست باشن، حالشون دوباره خوب بشه. این رو امریکا چاپ کرده، نشر کتاب که بسیار بد چاپ کرده، یعنی ببینید برگ برگ میشه، اینگه ما میکنم دیجیتال چاپ کرده، شیراز بندی میشه گفت نداره، بسیار سرهم شده، اشتباه گیری هم نشده، روی بندش بدک نیست، بد بیارانه کاری که خب هزینه دریافت کردن باید خوب کار میکردن و امیدوارم یه بار دیگه اینو چاپ کنن و خوب چاپ کنن. باز یک بخش دیگر رو گفتگوی یک آموزگار زبان همون گروه فرهنگی رو گوش میدیم و میایم. این داستان رو رامین فرهنگی میگه یا گفت که یکی از آموزگاران نوشته بود نخست به زبان اسپانیایی با گفتگوی با بچه های اونجا و سپس برگردونده شده بود به پارسی. گوش میدیم دوباره پی میگیرم. اما هیچ کجا رو مثل شهر و دیار خودش دوست نمیداشت. بعد از این همه گشت و گذار، از اینجا به اونجا رفتنها، بالاخره به سرزمینی رسید که اگرچه مثل سرزمین خودش نمیشد، ولی دو چیز مشترک داشت و اون آفتاب و روشنایی بود. یه زمینی هستش که پدر من چند سال پیش خریدن، حدود 50 هکتار هست که موقعی که خریدن کاملا زمین خشک بود، چند تا انبار داشت، انبارهای خیلی قدیمی که اونا رو نهایتا تبدیل کردن به خوابگاه ها واسه مدرسه، که از مدرسه ما طبق فلسفه مدرسه همون هر سال طبق هدف مدرسه‌مون هر سال باید بچه های مدرسه رو از کودکستان تا کلاس نهم واسه چند روز بیان اینجا و شبا اینجا بمونن، 3-4 شب اینجا بمونن، واسه اینکه عادت کنن که خارج از خونه خودشون بتونن زندگی کنن، با بچه های دیگه دوست بشند و همین که یک خیلی تمرین خیلی خوبی هست واسه اینکه یک درسی رو یاد بگیرن. این دلیه قسمتی که بچه ها با همی جمع میشن راجع به درسی، معلمشون درس بهشون میده یا توضیح میده یا حرف میزنن، بحث میکنن. من میگم موقعی که اول اینجا گرفتیم اینا همه خرابه بود، تمام سقفاش سوراخ بود، زمینش کاه بود و گل و خاک و دیوار اصلا نداشت، که همه اینا رو درست کردن. واسه بازنشستگیش این کار، این پروژه آخر موقع بازنشستگیش بود و حتی موقعی که 82 سال داشت هر روز بدون استثنا از مادرید تا اینجا رانندگی میکرد، یعنی حدود 190 کیلومتر هر روز رانندگی میکرد که اینجا باشه و به کار مزرعش برسه. Si fue de esta noche la última vez. چیزی خورده؟ نه. بسامه. اون مرد مهربون به زمین و آسمان اون دیار نگاه کرد و تصمیم گرفت همونجا بمونه. ولی اون در اون سرزمین چیکار می‌خواست بکنه؟ و این مرد مهربون به فکر فراهم آوردن جا و مکانی میفته، جایی که همه بچه های روی زمین در اون بتونن جایی داشته باشن تا بهشون زبانهای مختلف یاد بده، بهشون یاد بده که چطوری کنار هم با صلح و صفا و آرامش و آزادی زندگی کنن.
بهشون یاد بده که طبیعت رو دوست داشته باشن، گلها رو و عشق بورزند. چطور حرف بزنن و آواز بخونن و نقاشی کنن و خوندن و نوشتن یاد بگیرن. اون از ستاره این از ما، اون از شب تاریک و این از را، این از من تنهایی بی هم سفر تو کجایه؟ اون از غروب این از سهر، گفتی منتظرم بیا از سفر، حالا که به خونه رسیدم تو کجایه؟ بعد از انقلاب در ایران مدارس بین المللی داشت از بین میرفت. منوچهر فرهنگی با آگاهی و آشنایی که از این موضوع پیدا کرده بود مصمم بود که حتما شاگردای این مدرسه بتونن درسشون رو ادامه بدن. ولی واقعا وقتی اومد اموالش مصادره شده بود و مقداری هم نداشت و وقتی هم که و به همون دلیل هم وقتی مدرسه رو در جنوب اسپانیا شروع کردند، اونها فقط تونسته بودند که یک طبقه از یک مدرسه دیگر رو اجاره بکنند. When ICS came, the project sounded very interesting. An international school, it wasn't an English school, it wasn't an American school, it wasn't a German school, it wasn't a Scandinavian school, it was an international school. And on top of it, with the project of making it an IB school, sort of, it was already talked about as a project. That sounded perfect. But then again, there were very few kids here in the beginning. و نکته فکر کنم خیلی جالب اینه که پدر من وقتی اومدن در اسپانیا، یعنی اصلا تا آخرش هم که در اسپانیا بودن، واقعا ایشون فقط یک زبون حرف میزدن و اونم ایرانی بود، نه انگلیسی زبون حرف میزدن نه اسپانیایی. و وقتی هم که اومدن اسپانیا 54 سالشون بود بدون تجربه در آموزش. رامین said, he told me, he said, very often I didn't dare tell the joke that he was telling in the conversation, in the interpretation, because it was not serious, it was not grave enough for the occasion. But the arguments were always good, and there was always a feeling that he was able to see the funny side of it. Philosophy is to develop thinking people that will fit into a world that hopefully is going to be a better place. وقتی که میشنوید و بانو لونا شاد گفتگو کرده درباره اینترنشنال اسکول اسپین، دبیرستان و دبستان بین المللی اسپانیا هست که در مادرید بود، در همون لامرالاخا، در همون جایی که زندگی میکرد. اونور خونه بود، در این سو در خیابون دیگه که کنار هم موازی بودند این دبیرستان بود که 600 دانش آموز داشت. آشنایی منم با جناب فرهنگی از با نامشون خود، سپس با خودشون، از هنگامی آغاز میشه که برادرزاده های من، دو تا برادرزاده های من
پس از این اشتباه بزرگ به اسپانیا فرستاده شدند و در دبستان و دبیرستان بین‌المللی ایشون پانسیون بودن. نخست ایشون شبانه روزی بچه ها رو میپذیرفت، با دشواری بسیار زیادی کار آغاز کردن و با توان زیادی. من براتون یک چیزی رو بگم که ایشون چگونه آغاز کرده بودی. در یک بالاخونه درست کرده بود بسیار کوچک و بچه ها آمدند و نمنمک گسترش دادن. در جنوب اسپانیا بودن، پیش نرفت، اومدن در پایتخت اسپانیا و کار پیش رفت. من پیشنهاد میکنم اندکی دیگه گفتگو بکنیم و سپس بپردازیم به داستان رو که لونا شاد درست کرده بشتم. من چون فرهنگی در کرمان به جهان اومده بودی که از چیزایی که برای من میگفت، میگو به خاندان پهلوی یاری برسونید که اینها دوباره بیان سر کار. و برای اون آدمایی که میگن رژیم پادشاهی فروپاشی 2500 سال و این اصلا از سخنانیه که نباید هیچ ایرانی بر زبان بیاد، مگر خب دیدگاه های دگرگونی داشته باشه یا با پادشاهی ایران یا با تاریخ ایران خوش نباشه دلش، یا به هر روی از یک ایدئولوژی دیگه برخوردار باشه. اگه نه چه فروپاشی؟ خب انگلیس هم چند سال پادشاهی شد، جمهوری دوباره برگشت شد پادشاهی. اسپانیا هم با همین گونه دوباره خوان کارلوس اومده داره کار میکنه. این سخنانی نیست که ما بگیم فروپاشی رژیم 2500 ساله. چگونه دلمون میاد، چگونه اندیشه ما میپذیره که بگیم پادشاهی چند هزار سالمون فرو باشید رفت و شدیم یک کشور 23 ساله؟ برای همون بود که در گفتگوها پیشنهادی پیش اومد که در اینجا نمیگیم، با آقای دکتر احمدی اینا دنبال میکنه. من چرا فرهنگی در کرمان به جهان میاد، دیده میگشاید در کرمان و سپس درس خوندنش رو دنبال میکنه به نوشته جناب پروفسور فرهنگ مهر. به تهران میاد، دنبال درس خوندنش رو میگیره و سپس یک جایی درست میکنن که داروسازیه با برادراش، و پس از اونم که شهرک، یکی از آخرین کاراش، کارای پایانیش همون شهرک ساحلی، دکده ساحلی بود. پیش از اون به کرمان میره، به کار معدن دست میزنه و معدن مس سرچشمه که مانند نفت برای اینها، برای ایران، برای کشور درآمد میاره، یا شاید بگم برای دزدان درآمد میاره، نمیدونم به جیب مردم میره یا نه، ایشون پیدا کرد. و سپس ببینه که این سرمایه زیادی میخواد و معدنچی باشه. نخست یکی رو میاره که معدنچی هست، باش کار میکنه، پس از اون میفروشه اگر اشتباه نکنم به برادران رضاییان، و اونها هم میبینن که نه سرمایه زیادی میاد، با یه شرکت انگلیسی وارد گفتگو میشن، به گفتگو میپردازن و این کتاب انقدر آشفته پرت و پاره سدم چیز میکنه، با یه شرکت انگلیسی گفتگو میکنن و اونها میان که یاری بدن و در سرمایه گذاری ها باشن. سپس اون شرکت انگلیسی هم میاد سرمایه گذاری میکنه، میگه نمیتونم، میره که از دولت ایران و از انگلیس وام بگیره و 49% سهام داشته باشه، 59% بفروشه. آقای خلعتبری اگر اشتباه نخونم، آقای عالی خانی در اون هنگام وزیر اقتصاد ایرانه و پی میبره که این یه سرمایه بسیار خوبیه برای ایران. پول اونها رو میده، همه سهامو میده، سهامدارا پولشون رو میگیرن، چه ایرانی چه انگلیسی میده و این مثل سرچشمه در دست ایران میمونه. کارهاش بسیار بسیار بیمانند بود، یکی همون مثل سرچشمه که اگر نرفته بود پیدا نمیشد، و یکی هم دهکده ساحلی، یکی داروسازی که یک بار برای من گفتش که قفیدل یکی از این داروهای سرفه بود، ما دیدیم عربستان بسیار بسیار این فروش میره. گفتیم جریان چه واسه نمیرسیدیم بسازیم، پی که گرفتیم دیدیم این الکل دوشه، اینا به نام الکل مینوشنش، نمیخوان درمان بشن، مینوشن که الکل به کار رفته بودیم. دنبال سخن سروران رو و کار آموزگار گرامی اونجا رو پی میگیریم. من دیگه گفتگو نمیکنم تا در پایان یه اندکی دیگه بپردازم به مبشر فرنگی. همیشه طرفدار این بود که بسازن،
طرفدار این بود که آباد بکنن، طرفدار این بود که مثبت باشن و در مثبت بودن سازنده باشن. شما الان میبینید در پیرامون کسانی که اومدن اینجا یا جاهای دیگه میبینید، دختر و پسر جوان و نوجوان میبینید، پیر و کهنسال هم میبینید، زن و مردم نداره. من یک مورد نمیدونم که یک نفر رفته باشه پیش پدر من و ازش کمکی خواسته باشه، حالا چه اون کمک واقعی لازم بوده باشه یا واقعا لازم نبوده باشه، که پدر من یک جوری به اون شخص کمک نکنه. هر وقت که میرفت دکتر، این طبیب میرفت، میگوزش امروز رفته بودم پیش دامپزشک و بعد وقت این دوا رو میگفت داده، میگفت منم پاره کردم، دیدم این دوا اون من اون حیوانی که میخواد نیستم. خود آقای فرنگی به من گفت که والا من این دواها من هنوز نمیشنوم درست، ولی وقتی رفتیم آقای پروفسور نگاه کرد، گوششو خوب معاینه کرد و اینا، بعد به آلمانی من گفت که من راضی هستم از وضع گوشیشون، خیلی خوب شده، بهتر شده. بعد من آقای فرنگی گفت چی گفت؟ گفتم میگه که من راضی هستم. میگه گفت خیلی خوب، ایشون راضی هستم. من حرف ندارم، من که نمیشتم، ولی حالا ایشون راضی هست. همیشه این شوخی ما داشتیم که دکتر راضی است. خلاصه از این کارهای بسیار خوب داشتیم، افسوس که نشد و زنده نماند و حیف شد. هر دفعه ما میرفتیم مراسم ختم، همیشه میگفت که یواشکی به ما میگفت هیچ خبر دارین که خود طرف تو جشن نیومده، توی مراسم نیومده؟ سالها گذشت تا اینکه پسر این مرد مهربون صاحب دخترهای کوچولو زیبایی شد که وقتی چشم به دنیا گشودن، خانواده با عشق و محبت و شعور و مهر فراوان اونها رو پذیرا شدن. بگیر اسید رو فراموش. این بابوه، بودی منم، این دیکوه. اون مرد که دیگه پدر بزرگ شده بود متوجه شد که زحمات او بی ثمر نبوده و این کوچولوها هم مثل بقیه بچه ها میتونن دنیا رو با امید و شادمانی نگاه کنند. خلاصه این پدر بزرگ ما با خوشحالی و رضایت سالهای سال زندگی کرد و وقتی که دیگه خیلی پیر و خسته شده بود خداحافظی کرد و خواست که راهش ادامه داده بشه. خیلی به ما میگن که آقا باید راهش رو ادامه بدی. یه مقداری ما فکر کردیم که واقعا راه او چی بود؟ یکی راست گفتن هستش، یکی با خرد کار رو انجام دادن هستش، سازندگی او بود، همش میخواست هرچی یاد میگره فوری اعمال میکرد. الان پروژه آخرش که مزرعه بود، اقلا 30 کتاب داره راجع به مزرعه و درخت کاشتن و میوه کاشتن و غیره، و واقعا اونا رو اپلای میکرد، استفاده میکرد اونا رو. اینجا هم دفترشون بود، سیستم بادگیرای یزد رو اینجا اعمال بکنن که دیگه متاسفانه وقت نکردن. و آخرین پروژه پدر من بود این بود که داشت روی شهرسازی خود مزرعه کار میکرد، یه مقداری حالت دهکده سالی که تو ایران داشتن رو میخواست اینجا پیاده بکنه و میخواست نسبتاً خونهای با مرغوبیت بالا و زمینهای نسبتاً بزرگ رو، تیک های نسبتا بزرگ رو با خونه‌های با مرغوبیت بالا رو درست بکنه. یکی دیگه از پروژه های پدر من که واقعا من فکر کنم در قلبش بود، اون دهکده ساحلی در ایران بود، که دهکده ساحلی هم من یادم میاد اولین دفعه که این زمین رو خریده بود وسط هیچ جا، من و برادرم رو برد اونجا، من 6 سالم بود، برادرم 5 سال، که خوب یادم میاد یه زمینی بود خالی خیلی وسیع، اول 40 هکتار زمین خریده بود، بعد 100 هکتار هم بهش اضافه کردن، یعنی نهایتاً شده بود 140 هکتار، که ما روزی که اونجا رفتیم به زمین خالی دورورش هیچ شهری و دهی و چیزی نبود و تا چشم کار میکرد آشغال و حلبی
که من یادم میاد من و برادرم اون روز کیف دنیا رو داشتیم، چون هی دنبال مارمولک ها زیر این حلبی ها بودیم. و واقعا در فاصله 10 سال اون قطع زمین بر و بیابون رو تبدیل کرد به یکی از شهرک های ساحلی، شاید بگم بهترین شهرک های ساحلی در ایران. میدونم اون پروژه واقعا در قلبش بود، برای اینکه پروژه بود که تو ایران بود و او واقعا عشق می‌ورزید به ایران و واقعا می‌خواست خدمت کنه به کشورش. یک باشگاه ورزشی هم با اینجا شروع کردیم حدود 10 سال پیش، که دوباره پدر من واقعا خیلی در موفقیت و کار اساسی داشت، که الان اون باشگاه 2 تا باشگاه شده، اسمش رو گذاشتیم زاگرس. و آتیش هم به این دلیل بود که آتیش نماینگر انرژی و پیوریفیکیشن هستش. دلیلی که موفق شد من فکر کنم دوباره روی مرغوبیت بود. پدر من از یه خیلی بدش میومد خرافات بود. در اونجا دور این دریاچه که ساخته بود هر روز راه میرفت و 13 بار راه میرفت. چون 13 رو ناشگون و بد میدونن یه شماره مروشه بدونه که به کسی بگه یعنی مقاز رد کنم من شجا 13 دور میزن. اگر از من بپرسی مذهب میگم بهت که نه، ولی فلسفه زرتشت رو او واقعا بهش اعتقاد داشت. همیشه صحبتی رو که راجب گاتها میکرد این بود که گاتها آدم رو به خوشحالی تشویق میکنه و آدم رو به استفاده از فکر و خردش تشویق میکنه. خوشبختانه یکی از بهترین سورپریز ها واسه ما همین مادر من بود بعد از فوت پدرم، چون که معلوم شد که بدون شک او قوی ترین فرد فامیل ما هستش. من فکرم این چیزی که همین مادرها دارند فکر میکنم، ولی به هر حال مادر من داره، فکر میکنم که مادرها عادت میدونند که باید یک موقعی که یک اتفاق سختی میفته باید بالاتر از بقیه باشن و باید بتونن که خودشون نمونه باشه و بقیه و اون بقیه رو زیر بال خودشون بگیرن. واقعا وقتی ما مادرمون رو اونقدر محکم دیدیم بعد از اینکه پدر من فوت کرد، واسه همه ماها قوت قلب خیلی زیادی بود. قوی نباشم که غرق شدم. غرق میشم دیگه توی زندگی، تنها شدم دیگه اینا. ولی الان باید خودم رو نگه دارم و بچه های خوب دارم و واقعا حیفه که خودم هم غرق میشم. باید سر پا بایستم. خوشحالم که دو تا پسر خوب دارم، یادگاری کرد ایشون دارم. واقعا خودش میدونست که چقدر ما دوستش داریم. I end with a quote from a friend about him. A golden heart stopped beating. Hard working hands laid to rest. من اون فیلمو ندیدم، نه اون شعر رو نخوندم، این بابا رو نمیشناسم، هیچ وقت عمر نبودم. من همینم که هستم، یه آدم معمولی. خوبی و بدی های زندگی رو تجربه میکرد، همش متحرک بود، همش میخواست یه کاری بکنه. آشکارگو بود و پنهان یار، هیچ وقت دروغ نمیگفت. خواسته این انسان فرهنگی و فرهنگ دوست ماندگار شد، بنیاد فرهنگی درست شد در تاجیکستان، در آفریقا و جاهای دیگه جهان. یاری میرسونن به کسانی که نیازمند باشن. یک پیشکشا و جایزه های هر از گاهی، نمیدونم هر سال هست یا نه، من با اینکه 2 روز پیش با رامین فرهنگی گفته داشتم، نگفتم دارم فیلم درست میکنم برای یاد بود پدرت و
سپس که زنگ زدم پاسخ تلفن نداد که ببینم هنوز اون جایزه ها رو دارن و پیشکشی ها رو دارن یا نه، چون یکشون رو یادمه که نوشته بودن و منم در جریانش بودم، در تاجیکستان بود که دادن به یک نویسنده تاجیک. در آفریقا هم دبستانی درست کردن که در همین فیلمی که در دنباله میاد خواهید دید. و باید سپاسگزاری کرد از رامین فرهنگی، رامش فرهنگی، از خانواده ایشون، همسر گرامیش فرانک بانو که چون کوهی استوار همواره نگهبان و نگهدار خانواده بود و رامین به این سخن پرداخت که در برابر استواری مادر ما نیز خود رو باری بردوش داشته دانستیم و ایستادیم. سپاسگزار هستم از همه کسانی که یاری کردن، تلویزیون وی او ای و بانو لونا شاد، بانو فرهنگی، رامین فرهنگی، رامش فرهنگی، تلویزیون ایران آریایی که فیلمو پخش میکنه و همه شمایی که گوش دادید. ما اندکی سخنان فرانک بانو رو گوش بدیم، همسرشون رو، و سپس داستان دبستان. تنها بگم که در این کتابی که به نام یادنامه منوچهر فرهنگی هست که با همه چاپ بعدش به هر روی نوشتارهایی داره از دکتر منوچهر تهرانی، زنده یاد منوچهر تهرانی. ما همه بزرگانمون دارن میرن دیگه، امیدواریم جوانان بتونن جایگزین بشن. زنده یاد منوچهر تهرانی، استاد بزرگوار دکتر علی اکبر جعفری که امیدواریم که چند دهه بیش از این، اگر میشه 150 سال زندگی کنن، چون همواره خوب کار میکنه مغزشون و خوب یاری دارن، دانششون بسیار فراوانه. با زنده یاد دکتر شجاع‌الدین شفا، زنده یاد دکتر محمد عاصمی، خود من نوشته دارم در اینجا مازیار قوی‌دل، پروفسور فرهنگ مهر، دکتر مسعود میرشاهی و دکتر علی میرفتروس. من این بخش برنامه شماره 9 وهومن رو به پایان میرسونم و دنبال میکنیم سخن رو با گفتگویی که با استاد جعفری خواهیم داشت در والی اشو زرتشت، چون ما برنامه‌مون همزمان با روزی که زاد روز اشو زرتشت میدوننش در 6 فروردین خرداد روز پخش میشه، اندکی پیش از اون پخش میشه روز 6. ما در روز اردبهشت روز هستیم، بهترین راستی. شما رو براتون بهترین آرزوها رو میخوام، امیدوارم سبز و آبادی داشته باشید تا برنامه دیگر و سخن دیگر. روز و روزگار و شما خوش. همیشه هست با من هست. این بود قصه یک مرد خوب و آزاد و شجاع که روزی روزگاری از یک سرزمین خیلی قدیمی و دوردست به شهر ما رسیده بود و برای ما عشق و کتاب و گلها را هدیه آورد. به خودم دروغ نگفتم، فکر نکردم لازم باشه، زندگی رو دوست دارم، یه زندگی من بود. In Katembe. We've 85% of our work is in Katembe. Here we have the ferry boat in a district called Kwashain. Here we have our office where we are now, and that's a place called Charlie. So we can build 20 of these, and the less people are working, the useless. Something we've been asked to try and do. Just to see, you know, to see. Just to experience. To experience Maputo. Chamas-se senhor Ramil. Tá bom?
include somebody in that. And so, when you see something that needs to be done, se vocês vê alguma coisa que tem que ser feito, you reach out with your hands to help. Because this is about being a human being. And as we are all human beings and we all have hands, we can all help each other. And so now you have a training center where you can learn to use your hands to help each other and to help us. And can you hold the hand of the next person? Segure as mãos dos seus vizinhos aí ao lado, dos vossos colegas, as vossas mãos. Pegue as mãos. And remember to give your mate a hand. Isso é para vocês se recordarem que tem que se usar essas mãos. Obrigado pelo privilégio. De...
sandwich in a paper cup. There's a battle ahead, many battles are lost, but you'll never see the end of the road while you're traveling with me. Head down, head down.